سرخط مهمترین خبرها. خبر بی‌نهایت تکان دهنده از شمال افغانستان رسید. پهپادهای آمریکایی در آسمان قندهار، پنجشیر، کنر و لغمان دیده شد. طالبان میگوید به زودی انتقال آب رودخانه پنجشیر به کابل آغاز می شود. طالبان از فروش پیش از 6000 قیراط زمرات پنجشیر به ارزش پیش از 185000 دلار خبر داد. طالبان در سمنگان به 300 نفر جواز استخراج زغال سنگ دادن. و طالبان در یک روز پیش از 1500 مهاجر از ایران بازگردانده شدند. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان میگوید به زودی انتقال آب رودخانه پنجشیر به کابل آغاز می شود. مقام های وزارت انرژی و آب طالبان گفتند که کار سرویس پروژه انتقال آب رودخانه پنجشیر به کابل رو به پایان است. این وزارت گفته با ختم سروی به زودی کار عملی این پروژه با پیش از 200 کیلومتر از بازارک مرکز پنجشیر تا منطقه تاریخی کابل آغاز می شود. تلویزیون ملی پنجشیر تحت اداره طالبان گزارش داد که مقام های وزارت انرژی و آب طالبان این موضوع را در دیدار با حافظ محمد آقا حکیم والی این گروه در پنجشیر مطرح کردند. محمد عارف مومند، یک مقام وزارت انرژی و آب طالبان به تلویزیون ملی پنجشیر گفت که بودجه این پروژه از سوی اداره طالبان تامین می شود. او گفته که پروژه ظرفیت انتقال 2 متر مکعب آب را دارد. طالبان گفته کار انتقال آب رودخانه پنجشیر به کابل حدود 3 سال زمان خواهد برد که با تکمیل این پروژه آب آشامیدنی حدود 2 میلیون باشنده کابل تامین خواهد شد. مقام های طالبان تابستان پارسال نیز درباره انتقال آب رودخانه پنجشیر به کابل تشکیل جلسه دادند. در آن جلسه بر تسریع فرآیند کار این پروژه تاکید شد. طرح انتقال آب پنجشیر در دولت پیشین هم مطرح بود. طبق گزارش ها در سند بودجه سال 1399 افغانستان در سه طرح مهم آبرسانی برای شهر کابل ارزش 1 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود که برای انتقال آب پنجشیر به کابل تجهیزات بند شاتوت و پروژه تغذیه آب زیرزمینی شهر کابل در نظر گرفته شده بود. پهپادهای آمریکایی در آسمانهای قندهار، پنجشیر و چندین ولایت دیگر پرواز کردند. باشندگان ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، کنر، لغمان و قندهار در پیام‌های به رسانه‌ها خبر دادند که پهپادهای در آسمان این ولایت‌ها دیده شدند. سخنگوی طالبان در واکنش به پرواز این پهپادها آمریکا را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد. مجاهد به رسانه‌ها گفته است که طالبان پیش از این بارها به نقض حریم هوایی افغانستان توسط آمریکا اعتراض کرده است. رسانه ها به نقل از آقای مجاهد نوشتند این طیاره ها بدون شک مربوط به آمریکا است که از فضای بعضی کشورهای نزدیک پرواز و عبور می کنند و به افغانستان می آیند، که همه باید در این مورد مسئولیت های خود را درک کنند و تجاوز را متوقف کنند. در ویدئویی که به رسانه ها رسیده لحظه پرواز پهپادها در برخی از ولایت های افغانستان دیده می شود. طالبان از افزایش پیش از 6000 قیراط زمرات پنجشیر به ارزش پیش از 185000 دلار خبر داد. اداره معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر اعلام کرد که 6493 قیراط زمرات را به ارزش 185100 دلار آمریکایی فروخته است. این اداره افزوده که این مقدار زمرات در 16مین دور مزایده زمرات پنجشیر به فروش رسیده است. طبق اعلام اداره معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر، این اداره در سال گذشته پیش از 50000 قیراط زمرات به ارزش پیش از 3,629,000 دلار را به فروش رسانده است. این اداره گفته که 10% حق امتیاز فروش این مقدار زمرات 364,977 دلار درآمد داشته است. بر اساس آمار طالبان 750 معدن زمرات در پنجشیر به ثبت رسیده و از این میان 500 معدن فعال است. طالبان پس از سلطه بر افغانستان برای تامین نیازهای مالی خود بر سرمایه گذاری در استخراج معدن و سنگهای گرانبها به عنوان منبع درآمد پایدار تمرکز کرده است. طالبان در سمنگان به 300 نفر جواز استخراج زغال سنگ دادند. طالبان اعلام کردند که در سمنگان به 300 نفر مجوز استخراج معدن زغال سنگ را دادند. وزارت معدن و پترولیم طالبان امروز یکشنبه 12 حمل اعلام کرد
که در ولایت سمنگان برای 300 نفر مجوز استخراج زغال سنگ را صادر شده است. این وزارت مدعی شده است که جلو استخراج غیرقانونی، خودسرانه و قاچاق معدن در سمنگان گرفته شده است. وزارت معدن و پتروشیمی طالبان در خبرنامه عبدالاحد فضلی ولی طالبان در سمنگان که در جلسه بر ضرورت ایجاد کمیته محافظت معدن تاکید کرده است. طالبان پس از سلطه در افغانستان در ماه اسد 1400 بر استخراج معدن در ولایات تمرکز کرد. نشریه آمریکایی فارین پالیسی در ماه جاری هجری خورشیدی گزارش داد که 14 گروه وابسته به القاعده از درآمد استخراج معدن توسط طالبان سود میبرند. بر اساس این گزارش، القاعده در دو سال حدود 195 میلیون دلار از معدن طلای تخار و بدخشان تاراج کرده است. بر اساس گزارش فارین پالیسی، القاعده ثروت طبیعی افغانستان را غارت می کند و کمک های بشردوستانه بین‌المللی را می دزدد. طالبان در یک روز بیش از 1500 مهاجر از ایران بازگردانده شدند. وزارت امور مهاجرین طالبان اعلام کرد که در یک روز 1521 مهاجر به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران بازگردانده شدند. و گفته این وزارت، مهاجران بازگردانده شده روز شنبه 11 حمل از طریق مرز اسلام قلعه از ایران بازگشتند. وزارت مهاجرین طالبان روز یک شنبه 12 حمل در یادداشت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از این تعداد 247 نفر به عنوان نیازمند شناسایی شدند و با آنها مواد خوراکی و قلام غیر خوراکی توزیع شده است. در یادداشت این وزارت آمده که 34 کودک به سرپرست شناسایی شدند که برای دریافت کمک های خوراکی و غیر خوراکی و شناسایی خانواده هایشان و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. طالبان توضیح نداده که چه تعداد مهاجران به گونه جبری و چه تعداد دیگر به گونه داوطلبانه از ایران بازگردانده شدند، اما گفته که به 28 نفر سیم کارت رایگان داده شده و 268 نفر دیگر از خدمات صحی بهره مند شدند. این در حال است که مقام ایرانی بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی تا پاکسازی کامل ادامه دارد. مدیر کل امور مهاجرین و ادبای خارجی کرمانشاه ایران گفت که با اجرای طرح شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی، آنها به صورت کامل اخراج خواهند شد. حمزه سلیمانی گفت با اجرای این طرح در سال گذشته تعداد زیاد از شهروندان افغانستان اخراج شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران یعنی ایسنا روز یکشنبه 12 حمل از ارجاعی شدن اولین طرح شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی در ولایت کرمانشاه در سال 1400 خورشیدی خبر داد. این رسانه به نقل از حمزه، مدیر کل امور مهاجرین و ادبای خارجی کرمانشاه نوشت که جای هر مرحله این طرح حداقل به مدت 3 روز و حد اکثر 2 هفته طول خواهد کشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.